سلام، سلامی چو بوی گل آشنایی خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. خوشحالم که در برنامه لایو، برنامه تله های زندگی در خدمتون هستم. شاد باش و فارغ و ایمن که من بر تو من مشفقترم از صد پدر. برای اینکه ما احساس امنیت بکنیم باید جای پامون محکم باشه و حامی و پشتیبان قدرتمندی مثل پدر، مادر و یا کسانی که از ما حمایت بکنن باید داشته باشیم. بحث ما بحث تله آسیب پذیری است که این جلسه چهارمین جلسه از سلسله مباحث تله های آسیب پذیری تحت عنوان تله آسیب پذیری رو داریم با هم بحث میکنیم و این جلسه میپردازیم به سبک‌های مقابله، یعنی چه شیوه‌هایی رو آدم‌ها پیش میگیرن برای اینکه بتونن در برابر اون آسیب‌های احتمالی که تو ذهنشون هست مثل فقر، بیماری و یا خطر، اون چند موردی که جلسات قبل ذکر کردم، بتونیم در واقع در برابر اونها مقابله بکنیم. خب ما در کشوری زندگی میکنیم، ایران، که خب مرکز یک سری بلایای طبیعی هست. هر چند سالی، هر ده سالی تقریبا ما یک زلزله رو تجربه میکنیم. 8 سال در جنگ تحمیلی بودیم و اونها آسیب‌هایی رو به ما زد و هر روز تقریبا، هر هفته، هر ماه کشور ما مترصد این هست که شاید یه اتفاق جدیدی بیفته. من 10 سال مالزی زندگی کردم، تقریبا هر روزش مثل روزهای قبله. یعنی شما خیلی تفاوتی بین مثلا روز دوشنبه با سه‌شنبه، سه‌شنبه با چهارشنبه نمی‌بینید. این هفته با هفته بعد، این ماه با ماه آینده، این امسال با سال آینده، همه چی امن و آرومه، همه چی سر جاشه. 10 سال اونجا مثلا شما سوار اتوبوس بشی یه رینگت میدی، سال مثلا 2010 یه رینگت میدادی، الان هم همون یه رینگت رو میدی. خب اما خب در کشور ما اینطوری نیست و ما دائما در یک حالت تنش و استراب زندگی میکنیم. طبیعیه که ما در تله ببخشید آسیب پذیری گرفتار بشیم و همواره از خطر بترسیم، از اینکه نکنه اتفاق بدی برامون بیفته. همین الان که حالا این که ربطی به کشور ما نداره، ولی خب ویروس کرونا در چین که اومده، حالا چند نفر اینجا مردن، چند نفر اونجا موندن، اینا افرادی رو که مستعد تله آسیب پذیری هستن رو به شدت دچار استراب و ترس و نگرانی میکنه. خب بنابراین اگر در کشور ما مردممون بیفتن تو تله آسیب پذیری، یعنی دائما ترس، استراب، دلهوره، نگرانی از اینکه نکنه اتفاق وحشتناکی براشون بیفته، یک تله در واقع طبیعی هست. یعنی اگر ما دچار تله آسیب پذیری نشیم باید تعجب کنیم. واقعا مثلا اگه شما با یه مالایی یا مالزیایی صحبت بکنی، با یه مثلا فرانسوی، و بگی که آره ما تو کشورمون هفته ای دو هفته یه اتفاق خاصی داریم، یه روز هواپیما رو میزنه، یه بار ساختم پلاسکو میاد پایین، یه بار زلزله میاد، یه بار سیل میاد، یعنی هر از چندگاهی ما داریم این چیزها رو تجربه میکنیم. بعد خیلی هم آرومیم، ریلکس نشستیم، همجوری داریم زندگی میکنیم. میگه واقعا شما تله آسیب پذیری ندارید؟ چطور ممکنه؟ اصلا امکان نداره که یک کسی در یک کشوری مثل ایران زندگی کنه که دائما در معرض بلایای طبیعی و غیر طبیعی قرار بگیره بعد هیچیش هم نباشه، همجوری مثلا واسه خودش راست راست بگرده هیچیش هم نشه. خب نمیشه. خب پس
ما به طور طبیعی در موقعیت خاصی قرار داریم از نظر جغرافیایی که آمادگی مستعد ابتلاء به تله زندگی آسیب پذیری رو داریم. خب یعنی ممکنه که از خطر دائما بترسیم، از بیماری بترسیم، از مشکلات مالی بترسیم و اینا چیزهایی هستش که ممکنه به طور طبیعی در ما اتفاق بیفته. بنابراین خیلی خیلی مهمه که ما اندیشمون یک اندیشه در واقع واقع بینانه باشه، واقع نگر باشه، درشت نمایی نکنیم، فاجعه سازی نکنیم توی ذهنمون، کوچک نمایی هم نکنیم. مثلا خانواده ای که الان از زلزله میترسن، الان با اینکه مثلا ماها یا یکی دو سال از اون زلزله در محله زندگیشون گذشته، هنوز میبینی کوله پشتی اونجا آماده است، ساک و نمیدونم چراغ قوه و قرص و دارو همه چی هنوز تقیب توقع میخوره، یه تکونی میخوره بلند میشن همه میتونم میرن تو ماشین تا صبح اونجا زندگی میکنن. خب این دیگه درشنماییه، دیگه فاجعه سازیه که ما داریم. بعد مواظب ذهنهای فاجعه ساز باشیم، در واقع افکار فاجعه ساز باشیم. بعضی از هان اصلا ذهنهای فاجعه سازن، از که کوه می سازن. خب پس تا به اینجا می خواهیم بگیم که اگر شما بیننده دچار تله آسیب پذیری شدید، چیز عجیب و غریبی نیست. فکر نکنید که وای شما آدم ضعیفی هستید، چرا اینطور هستید. نه طبیعیه، ما در یه موقعیتی هستیم که اکثریت ممکنه به تله شکست و تله آسیب پذیری گرفتار باشیم. دو تا از طرحواره هایی که در ایران خیلی زیاد هست، البته طرحواره استحقاق هم در ایران زیاد داریم، خودشیفتگی، entitlement schema، متاسفانه این هم یکی از طرحواره هایی هستش که در کشور ما زیاد، یعنی همه واسه خودشون مدعی هن، همه خدا هن، یعنی ما 70 میلیون خدا داریم توی کشور اون دارن زندگی میکنن، همه ادعا دارن دیگه، همه باسوادن، همه چی حالیشونه. میگه بیمارو مشاوره بشه های محمدی، میگه من محمدی هم زیادم تو جیب بغل هم. خب این دو سه تا طرحواره، یعنی چند تا طرحواره داریم ما در ایران خیلی زیاده، یکی تله محرومیت عاطفیه، یکی تله شکست، یکی تله آسیب پذیری، یکم تله استحقاق. خب اینا خیلی زیاده در کشور ما و باید بررسی بشه که چرا اینها هست. البته خب آسیب پذیری که مشخص که چرا در کشور ما زیاده، به خاطر شرایط خاصی که داریم مخصوصا مثلا مناطق زلزله خیز، مناطقی که مثلا در معرض جنگ بودن، مثل خوزستان، مثلا غرب کشور، ایلام، کرمانشاه، اینا همه در معرض جنگ بودن، طبیعیه که تله آسیب پذیری یعنی استراب، ترس، نگرانی در اونها بیشتر از سایر مردم باشه. خب سه سبک مقابله ای ما داریم در برابر تله آسیب پذیری. یک، تسلیم، فریز، سارندر. ما تسلیم میشیم در برابر اون تله. چطوری تسلیم میشیم؟ یعنی گوش به زنگیم، یه حالت آلرتنس داریم، مواظبیم که الان اخبار چی داره میگه. این افراد دائما میرن خبرهای بد رو میخونن، خبرهایی که مثلا فلانجا زلزله اومده، فلانجا سیل اومده، فلانجا نمیدونم قرار چی بشه، آتش فشان بشه، سونامی بیاد یعنی دائما اینا میرن میگردن دنبال چیزهایی که مثلا کجا چه اتفاقی، الان چند نفر در مثلا مالزی در اثر ویروس کرونا مردن، یعنی آمار دقیق داره. خب اینا دیگه تسلیمن، بعد یا میرن گوگل سرچ میکنن انواع مثلا بیماری ها رو، ایدز و نمیدونم هپاتیت و آی سی سی و سرطان کلیه چیه، سرطان فلان، دائما سرچ میکنن و خیلی مواظب غذاشون هستن، خیلی مواظب همه چی هستن که اتفاق بدی نیفته. اگه بخوام مثلا مسافرت برن همه چی رو چک میکنن، آب و هوا چی، نمیدونم زنجیره چرخ باید داشته باشن، همه چی. البته این به معنی بد نیست، این خوبه، چون گفتیم که باید واقع بین باشیم، نه افراط بکنیم نه تفریط بکنیم، اون نقطه تعادل رو چیکار کنیم، پیدا کنیم. خب
پس اولین سبک مقابله تسلیم سارندر، این افراد فریز میشن و دائما نگران هستن. ممکنه فرد مثلا هی دائما بره آزمایش بده، هی میره چکاپ میکنه، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، 20 بار میره چکاپ میکنه، میره مثلا ببینه این آزمایشگاه معتبر هست یا نه، اون طرف که دکتر اونجا، اون دکتراش از کجا گرفته، وسایل آزمایشگاه چجوری. خب اینا فریزن دیگه، اینا تسلیم اون تله هستن. خب این روش جواب نمیده و شما دائما در معرض استراب و ترس هستید و دارید رنج میبرید، اذیت میشید تو زندگیتون و به جایی نمیرسید، همیشه یه احساس ناامنی دارید. هر چی شما بری گوگل سرچ کنی، من به شدت منع میکنم از اینکه شما بخوای بری گوگل سرچ کنی مثلا راجع به کرونا ببینی چی اومده چی نیومده، هی بخوای بری نمیدونم اخبار فوری نگاه کنی، اخبار نمیدونم کندو نگاه کنی، سریو نگاه کنی، ما ول کن اینا رو، بشین زندگی تو بکن. به قول پرویز پرستویی در فیلم رضا مارمولک، در فیلم مارمولک، برادر برو بشین زندگی تو برو حالتو بکن، چی کار داری ای میری کنکاش میکنی، چوب تو سراخ زنبور میکنی ببینی اونجا چی شده این ور چی شده، بشین زندگی تو بکن. خب اینا پس در واقع تسلیم هستن، این اولین سبک مقابلهی، سبک دفاعی که ما در برابر تله آسیب پذیری به کار میگیریم. دومین تله که به کار میگیریم اجتنابه، فراره، در واقع فلایت میکنیم، حالت ویدراوال داریم، کنارگیری میکنیم، در میریم. مثلا طرف ناراحتی قلبی داره، میگیم خب برو به فرض پیش دکتر متخصص قلب یه چکاپ بکن، میگه نه ولش کن هیچی نیست، نمیره. خب یا مثلا به فرض اینجا یه قده در اومده، میگیم خب برو این آزمایش بده، میگه نه هیچی نیست. این در واقع فلایت میکنه، تو دلش استراب داره ها، ته دلش خیلی استراب داره، داره زجر میکشه، اما نمیره یه آزمایش بده، نمیره دکتر، میگه نه ولش کن هیچی نیست. خب فرار میکنه این از اون تله آسیب پذیری خودش. چرا؟ چون میترسه که اگه بره مثلا آزمایش بده بعد چه اتفاقی بیفته، به خاطر همین فرار میکنه از اون مسئله. سومین حالتی که ما پیش میگیریم حالت فایت کردنه، میجنگیم با اون مسئله و تو حالت فلایت حالت دنیال داریم، انکار داریم، نمیخواییم در واقع بپذیریم که ممکنه مشکلی باشه. مثلا میگن که ببین به فرض ممکنه زلزله بیاد، شما مثلا شیشهاتو چسب بزن، میگه نه ولش کنید چی نمیشه. خب یا میگیم که مثلا وسایل خاصی رو بردار آماده کنید، میگه نه توکل تو بکن به خدا. باشه توکل تو به خدا بکن عزیز من، اون تدابیری هم که باید انجام بدی انجام بده. چرا فرار میکنی؟ اینا نمیخوان در واقع قبول کنن که ممکنه اتفاقی بیفته، در نتیجه یه حالت گریز و فرار دارن، اینا فلایت میکنن. اما اونا که فایت میکنن چطور؟ اونا ادای آدم های شجاع رو در میارن. خب اصطلاح هم میگیم کانترفوبیک، اینا شجاع نمایی میکنن، یعنی مثلا نشون میدن که خیلی آدم های شجاعی هستن، در حالی که اصلا شجاعتی تو اینها نیست، اینها وحشت دارن در درونشون، اما دارن نمایش بازی میکنن، دارن رول پلی میکنن، ادای یه آدمی رو دارن در میارن که خیلی شجاعه. مثلا به فرض یه جا زلزله میاد، اینا مثلا میرن داوطلب میشن، در حالی که ته دلشون وحشت دارن، خیلی میترسن، اما میخوان نشون بدن که نه ما از هیچی نمیترسیم، ادای آدم خیلی شجاع رو در میارن. پس این سه سبک مقابله هر سه تا منجر به شکست میشه. راه درست اینه که ما بیاییم ریشه های این تله رو پیدا کنیم، ببینیم مثلا چی شده که این آدم دچار این تله شده، ریشه هاشو کشف کنیم، پیدا کنیم. اصطلاحا در طرحواره درمانی یعنی ریشه های تحولی، ریشه های تحولیشو پیدا کنیم که عمدتا در خانواده است، یعنی اکثرا در خانواده، به خاطر اون اینکه ما رو ترسوندن، همیشه نگران بودن. مثلا میخواستیم بریم مدرسه، گفتن این ور نگاه کن، ور خیابون نگاه کن، ماشین نزنتت، نمیدونم از
کسی خوراکی نگیری بخوری ممکنه، یعنی نه اینکه این کارا رو نباید بکنی، باید منظور اون افراطه. افراط که میشه ما میافتیم تو این تله. خب جلسه آینده میپردازیم به تله، به ریشه های تحولی تله آسیب پذیری. ریشه های تحولی رو با هم دیگه بررسی میکنیم و جلسه بعدش میریم سراغ درمان. شاد باشید، با خدا باشید. تا خدا هست از هیچ چیز و هیچ کس نهراسید. به سایت ما سر بزنید، www.drmuhammadinia.com. تا روز دوشنبه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. انشالله با امید خدا تو این هفته ای که میاد حتما پکیج سیاست های زنانه میره روی سایت و میتونید از خانم طالبی هم بگیرید. 2067-64-87-401 به کانال ما هم مراجعه کنید، @beautifullife110. کانال زندگی زیباست، همینطور کانال یوتیوب محسن محمدی نیا بزنید و از صدها ویدیو بهره ببرید. همینطور در کانال آپارات هم میتونید استفاده کنید از صدها ویدیویی که گذاشته شده. مراقب کنید وجودتون باشید. تا روز دوشنبه به امید دیدار در جلسه پرسش و پاسخ. خدا یار و نگهدارتون.